توی این ویدیو میخوام بهت یاد بدم که چطور میتونی به راحتی کمتر از ده ثانیه موزیک خودت رو مستر بکنی و اون رو به لول استانداردی که قرار هست توی پلتفرم های مثل اسپاتیفای و ساوند کلاود پخش بشه برسونی پس آخر این ویدیو با من همراه باش و همین الان لایک کن و اگه از یوتیوب داری میبینی کانال من رو سابسکرایب کن و تا انتهای ویدیو با من همراه باش سلام به تمامی دوستان عزیز توی این ویدیو همونطور که گفتم قراره بهتون یاد بدم که چطور میتونین کمتر از ده ثانیه موزیک خودتون رو مستر بکنین و همونطور که گفتم توی پلتفرم های مثل اسپاتیفای ساوند یوتیوب یا هر سایتی که میخواین موزیکتون رو پخش کنین حتما باید قبلش موزیک شما مستر شده باشه حالا فرقی نمیکنه چه آهنگساز هستین چه پرودیوسر چه دی حتماً حتما باید موزیک خودتون رو مستر کنین و بعد روی سایت ها پخشش بکنین ولی خب این کار نیاز به تخصص و دانش زیادی داره ولی من توی این ویدیو میخوام بدون اینکه حالا نیاز به دانش یا ای باشه یاد بدم چطور موزیک خودتون رو به ترین شکل ممکن مستر بکنید فقط قبل اینکه شروع بکنیم مطمئن بشین که پلاگین آیزوتاپ ورژن حالا اوزون 10 رو دانلود کردین این پلاگین رو بعد از اینکه نصب کردین توی دی ای خودتون توی حالا اون لیست پلاگین های خودتون سرچ کنین و حتما اون رو پیدا بکنین تا بتونین که به راحتی کار مسترینگ رو انجام بدیم خب بدون تلف کردن وقت بریم سر وقت نرم افزار تا بهتون بگم دقیقا چطور میتونین این کار رو انجام بدین دی ای که من استفاده میکنم ایبلتون هستش حالا شما میتونین توی دی ای خودتون حالا کیوبیس افل استودیو لاجیک یا هر دی که دارین ترکی که آهنگسازی کردین رو به این صورت خروجی بگیرین و حتما دقت کنی که با فرمت ویو خروجی گرفته باشین و همینطور که میبینین ترک من اینجا هستش که حالا من توی یه دونه از ترک های آدیوم قرارش دادم و یه دور قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم ترک رو گوش بدیم ببینیم که اصلا لول صداییش و سبک و ژانرش چی هستش از هر چی کاره چم دونشو بسته و میگه که ره سپاره انگار همه بد کردن بهش آیندهشو سپرده دست سر نبش هنوزم نمیدونه چی در انتظارشه فقط امید داره که آیا بخیارشه میخواد بره تو قربت آواز بخونه رفت و که دیگه بر نگرده بخونه بی خبر از همه چیز توی مسیری پا که قلم به قلمش قرق خونه مثل پرنده از قفس پر کشید و زد نفس برای مهاجرت کردن گرفت دست پیش این قمار رو کرد بین مرگ و زندگیش تو قمار کردی با مرگ این بیم و رفتی تا تش با این دادی تا که موقعش بشه راهی و رفتی که نداره برگشت تو قمار کردی با مرگ تا اینجا رفتی بازجر شده تو چون می نداره دیگه خب همونطور که شنیدیم موزیک ما یک موزیک سبک حالا ژانر رپ و هیپ هاپ هستش و لول صدایی که داره به نظر من حالا خیلی هنوز پایین تر از اون لول استانداردی هست که توی پلتفرم های مثل اسپاتیفای و ساوند کلاد قبول بکنه خب من از قسمت سرچ پلاگین ها پلاگین اوزون ده رو سرچ میکنم البته من ورژن 9 رو دارم ولی خب آخرین ورژنش 10 هست که حتما توصیه میکنم ورژن 10ش رو برین دانلود کنین ولی با 9 هم میتونین انجام بدین این کارو خب همینطور که میبینید ورژن 10 اوزون برای ما اینجا توی مستر ترکمون لانچ شده که حالا توصیه میکنم حتما توی مستر ترکتون باشه خب نرم افزار اوزون یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای مسترینگ در دنیا هستش و میتونم بگم این پلاگین واقعا توی مسترینگ رو دست نداره یعنی ممکنه شرکت های دیگه هم باشن که حالا پلاگین های مسترینگ تولید میکنن که شما میتونین برین از اون پلاگین هم استفاده کنین ولی فرقی که اوزون ده با سایر نرم افزارهای دیگه داره این قسمت هستش که در اصطلاح بهش حالا مسترینگ اسیستنت میگن و uh, یه جورایی حکم دستیار مستر رو داره و کاری که حالا از ورژن اوزون 9 به بعد انجام دادن این بود که اومدن با استفاده از هوش مصنوعی uh, این دستیار مستر یا همون مستر اسیستنت رو طراحی uh, کردن که کاری که میکنه این مستر اسیستنت اینه که زمانی که موزیک شما در حال پخش شدن هست به موزیک شما گوش میده و دقیقا بر اساس حالا اون میارهایی که برای این نرم افزار uh, تعریف شده از قبل میاد و موزیک شما رو دقیقا زفا و قوتش همه رو تشخیص میده و به صورت حالا کاملا هوشمند موزیک شما رو مستر میکنه فقط تنها کاری که شما کافیه بکنین همینه که موزیکتون رو بندازین توی حالا این دی ای که دارین و توی قسمت مستر ترکش هم اوزون ده رو یا اوزون نه رو بندازین البته اوزون ده خب خیلی از لحاظ الگوریتم پوش مصنوعی قوی تری داره مستر اسیستنتش پس حتما توصیه میکنم اوزون ده رو داشته باشین ولی از اوزون نه به بعد این مستر اسیستنت یه جورایی اضافه شده با اوزون خب من همزمان که موزیک هم رو پلی میکنم این مستر اسیستنت رو فعال میکنم تا به صورت خودکار خودش موزیک من رو مستر بکنه البته یه موضوعی هم قبل از اینکه شروع بکنیم دقت بکنین که حتما موزیکتون رو توی حالا قسمت کورس یا جاهایی که اوج میگیره پلی کنین یعنی از اول پلی نکنین چون ممکنه اون لول صداش رو نرم تشخیص داده برای همین تو قسمت حالا کورس کارتون بیاین و سعی کنین توی اون قسمتی که حالا موزیکتون اوج میگیره و تمام سازها در حقیقت اونجا داره پلی میشه این کار رو انجام بدیم خب بریم ببینیم که مستر اسیستنت چطور موزیک ما رو مستر میکنه دادی تا که موقعش بشه راهی و رفتی که نداره برگشت تو قمار کردی با مرگ تا اینجا رفتی با زجر جم شده تو جفت چشاد عشق چون میدونی نداری دیگه راه برگشت وقتی فهمیدی راه اشتباه دیگه هیچی براش نمیشد مثل سابق از روزی که این کابوس اومده به سراغ سر راحت نمیتونه بذاره رو بالش به مادری که هنوزم چشم راه میگه نگران نباش همه چیز رو به راهه یه تلفن به ظاهر ولی باطن مجره که افتزاه میبینه بقیه رو از گرسنگی نگی زج میکشم خب همینطور که میبینید دو... اوزون با استفاده از مستر اسیستنت اومد دقیقا موزیک من رو مستر کرد و کاملا این کار رو به صورت خیلی دقیق انجام داده و جالب این هست که بدونی هوش مصنوعی که توی حالا این ورژن از اوزون به کار رفته خیلی خیلی پیشرفته هستش در حدی که واقعا عین یک مهندس مستر دقیقا نقاط ضعف موزیک شما رو تشخیص میده و اونا رو برطرف میکنه و یکی دیگه از نقاط قوتی که حالا این ورژن از اوزون داره اینه که دقیقا بر اساس ژانر میاد موزیک شما رو مستر میکنه یعنی شما میتونید از اینجا ژانر موزیکتون رو انتخاب بکنید این خط آبی که اینجا میبینین این خط آبی یه جورایی اون حالا تونال بلنس رو نشون میده توی موزیک شما که دقیقا چطور با حالا این ژانری که در حقیقت موزیکتون هست همخونی داره یعنی این خط آ... یه جورایی موزیک شما فرکانس هاش باید توی این محدوده آبی رنگ قرار بگیره تا یه جورایی به اون ژانری که حالا دارین کار میکنین مسترینگش شباهت بیشتری داشته باشه البته شما میتونید با استفاده از این دکمه به که اینجا هست ترک خودتون رو اضافه بکنین یعنی یک ترک به عنوان ترک رفرنس اضافه بکنین و به اوزون دقیقا بگین که ما میخوایم با استفاده از این ترک با استفاده از این تونال بلنسی که این ترک داره میخوایم به عنوان رفرنس ازش استفاده بکنیم و موزیکمون رو به این استاندارد برسونیم که خود اوزون تشخیص میده دقیقا اون ترکی که رفرنس هست و بر اساس اون ترک برای شما میاد دقیقا موزیک خودتون رو مستر میکنه که این هم یه امکان جدیدی هستش که به اوزون ده اضافه شده و شما میتونید از اونجا انتخاب کنید ولی خب من میام از این لیست پیشورزی که خودش ته، تهیه کرده اوزون استفاده میکنم و چون سبکم حالا یعنی ژانرم هیپ هاپ هستش میام از اینجا هیپ هاپ و رپ رو انتخاب میکنم و همینطور که میبینین این در حقیقت نوار آبی رنگ یک مقدار تغییر کرد و توی حالا قسمت های لو اند یه مقدار افزایش بیشتری داشت نسبت حالا مثلا اون ژانری که قبلا بود همچنین یه قسمت های دیگه ای اضافه شده به مستر اسیستنت که از اینجا شما میتونین اکولایزینگتون رو تأثیر گذاریش رو دقیقا بیاین تعیین بکنین یعنی میتونین حالا این رو تأثیرش رو به صفر برسونین یا میتونین رو صد بذارین یا همین حالت پیشفرز که پنجاه درصد هست بذارین و دقیقا وقتی شما این رو میزنین میاین تو قسمت اکولایزه همطور که میبینین حالا خود در حقیقت اوزون اومده به صورت اتوماتیک این پلاگین هایی که حالا برای مسترینگ استفاده میکنن اینجا به صورت زنجیروار چیده و اولیش همین اکولایزر هست و دقیقا همین اسلایدر این بالا هم هست یعنی همینطور که میبینین این اسلایدر رو شما هم از اینجا میتونین تغییر بدین و میزان تاثیرگذاری اکولایزری که خود اوزون تشخیص داده میتونین از اینجا درست بکنین یا میتونین از همین قسمت این کار رو انجام بدین یعنی جفتشون در به هم متصل هستن قسمت بعدی استابیلایزر هستش که دقیقا اینم شما میتونین از اینجا به راحتی تأثیر گذاریش رو زیاد یا کم کنین که استابیلایزر هم اینجا حالا برای شما خود مستر اسیستن تشخیص داده که باید باشه و جانرش هم که اینجا خودش به صورت اوتوماتیک هیپ هاپ گذاشته و دقیقا شما میتونید با استفاده از این اسلایدر تأثیر گذاری هم روی موزیکتون مشخص کنید که من همون رو حالت دیفالت 50 درصد میذارم قسمت بعدی که پلاگین اوزون ده اومده به مستر اسیستنت اضافه کرده این قسمت مکسیمایزر هست که این پایینه و شما میتونید تاثیر مکسیمایزر رو از اینجا کم یا زیاد بکنین ولی قبل از اون موضوعی که حتما باید بدونین این بخش هستش که استریمینگ و دی پلیر هست برای افرادی که حالا میخوان موزیکشون رو استریم بکنن حالا چه پرودیوسر هستن میخوان توی پلتفرم های مختلف موزیکشون رو استریم بکنن مثل اسپاتیفای و بهتره که این استریمینگ رو انتخاب بکنن ولی اگر دی هستین و میخوای موزیک خودتون رو توی حالا نرم افزار خودتون پلی بکنین این دی پلیر پلی رو میتونین انتخاب بکنین و در حقیقت سقفی که برای مکسیمایزرتون تعیین میشه اینجا تغییر میکنه مثلا اگر سقف توی استریمینگ روی منهای ده بوده مثلا توی دی جی پلیر ممکنه یه مقدار بالاتر قرار بگیره برای همین شما از اینجا میتونید تعیین بکنین و کاری که حالا مکسیمایزر انجام میده چی هستش مکسیمایزر در حقیقت آخرین پلاگینی هست که توی زنجیره مسترینگ ما قرار میگه و دلیلش هم این هستش که یه جورای حکم یک دیوار رو برای ما داره و از دیستورت شدن موزیک ما جلوگیری میکنه و شما میتونین از طریق این اسلایدری که اینجا هست سقف دیستورشن رو تعیین بکنی که خود پلاگین حالا اومده به صورت اتوماتیک روی منهای یک قرار داده و من توصیه میکنم که همین رو روی منهای یک قرار بدین و تغییرش ندین و شما تاثیرگذاری مکسیمایزرتون رو میتونین از اینجا زیاد یا کم کنید و وقتی این رو زیاد میکنین یه جورایی دارین لول صدای موزیکتون رو از اینجا زیاد میکنین انگار دارین لول صدای موزیکتون رو بالاتر میبرین و اگر کم کنین دقیقا معکوس میشه یعنی همینطور که میبینین لول صدای موزیکتون که از اینجا مشخص میشه کمتر میشه و حالت معمولی صفرم هم که همون حالتی است که خود مستر اسیستنت تشخیص داده و از اینجا هم میتونیم مکسیمایزر رو خاموش روشن کنین که من توصیه میکنم رو حالت روشن بذارین قسمت بعدی که پلاگین اوزون اومده اضافه کرده توی ورژن ده این ایمپکت هستش که شما از این قسمت میتونید به پلاگین ایمپکت دسترسی پیدا کنین موضوعی که راجع این پلاگین وجود داره این هستش که این پلاگین یه جورایی میتونه به موزیک شما حالت داینامیک و پویاتری بده و یک حالت ریتمیکتری به موزیک شما بده به خصوص اگر سبک های مثلا الکترونیک کار میکنید شما از این قسمت میتونید سینک رو بزنین طوری که این باندهای فرکانسی شما یعنی مثلا قسمت لو اندتون لو مید و های مید و قسمت هایتون یه جورایی با تمپوی موزیک شما سینک میشه و شما میتونین با استفاده از این اسلایدر ها تاثیرگذاری اونا رو کم یا زیاد بکنین و یک حالت ریتمیک تری به موزیکتون بدین که اون ریتم هم شما میتونین از این قسمت با استفاده از این اسلایدر حالا روی یک 16 هم یک هشتم یک چهارم و حالت های مختلفی که خود اوزون براتون گذاشته قرار بدین و خود حالا مستر اسیستنت اومده این رو به صورت اتوماتیک براتون یعنی این اسلایدرها ها رو تشخیص داده و تعیین کرده که حالا ما زیاد وارد جزئیاتش نمیشیم و رو همین حالت عادی میذاریم که میتونید شما حالا تاثیر گذاری پکت هم کم یا زیاد بکنین قسمت آخرم این ایمیجر هستش که ایمیجر یه جورایی ترک شما حالت استریو تری میده یعنی موزیک شما رو استریو میکنه و یه جورایی حالت وایدی واید واید میده به موزیک شما و شما از این قسمت هم این ایمیجر رو میتونید خاموش یا روشن بکنین و تاثیرگذاری اون هم توی این قسمت میتونید کم یا زیاد بکنین و حالت پیشورزش که حالا همین این هست شما قرار میدی و از اینجا میتونید خاموش رو روشن بکنید خب تقریبا همه چیز رو به شما گفتم فقط قسمتی که حالا ده اینجا برای شما تعبیه شده این بالا همینطور که میبینید یه دونه قسمت بایپس داره که کلا پلاگین رو خاموش میکنه و شما قبل و بعد از تاثیرگذاری حالا اوزون رو, رو روی ترک خودتون میبینین و یه قسمت دیگه ای داره که ز... حالا اگر روش نوشته compensate gain automatically when bypassing individual modules or globally ببینید وقتی شما کار مسترینگ رو انجام میدین و لول صدای موزیکتون خودکار بالاتر میره یک جورایی ممکنه دوچار اشتباه بشین و فکر بکنین که آره صدای موزیک من خوب بیشتر شده پس در نتیجه موزیک من خوب مستر شده ولی موضوعی که هستش اینه که ممکنه اون گینی که به موزیک شما داده شده باعث شده باشه که حالا یه جورایی گوش شما اشتباه بفهمه که آره موزیک شما ممکنه اصلا به درستی مستر نشده باشه برای اینکه شما بتونید تشخیص بدین که آیا موزیک شما به درستی بدون اینکه حالا اون گین موزیکتون در نظر گرفته بشه مستر شده یا نه میتونید این رو رو حالت روشن بذارین و یه جورایی اون گینی که به موزیکتون داده شده یعنی اون گینی که در حقیقت خود اوزون به موزیک شما داده یه جورایی نادیده گرفته میشه توسط پلاگین و شما دقیقتر میتونین بفهمین که آیا موزیک شما خوب مستر شده آیا خوب از پلاگین ها تونستین به درستی استفاده کنین یا خیر ولی خب این بایپس کلا همه چیز رو یه جورایی رد میکنه یعنی همه همه پلاگین خاموش میشه یه جورایی و ریلرن هم که این قسمت زده دوباره همین عملیات مستر اسیستنت رو از اول براتون انجام میده اگر حس میکنی که مثلا درست مستر نشده میتونین از اینجا دکمه ریلیر هم بزنی که از اول موزیک شما مستر بشه که من همه اینا رو خاموش میکنم و حالت قبل و بعد از مسترینگ رو براتون میذارم که دقیقا ببینین چه تأثیری تونسته روی موزیک بذاره اوزون هست از هر چی کاره چم دونشو بسته و میگه که ره سپاره انگار همه بد کردن بهش آیندهشو سپورت به دست سر نبشه هنوز نمیدونه چی در انتظارشه خب همینطور که میدونی واقعا موزیک ما رو به یه لیولی رسوند که اصلا زمین تا با اون چیزی که از اول براش یعنی تعریف کرده بودیم تفاوت کرده و خیلی هوش مصنوعی که توی اوزون ده استفاده شده حرفه‌ای هستش من این مستر اسیستنت رو توی اوزون نو هم دیده بودم ولی به این دقیقی ن... نبودش یعنی خیلی روش کار کردن که تونسته اینجوری بشه uh, و همونطور که گفتم شما حالا میتونین موزیک خودتون رو به صورت دستی مستر بکنین اگر بلد هستین که 100 درصد توصیه میکنم که از مستر اسیستنت استفاده نکنین و خودتون بیاین این قسمت هایی که تعریف کرده خود اوزون رو خودتون از اول بچینین و دقیقا حالا برای اینکه ریست بکنین پلاگین رو مثلا اینجا دیفالت رو انتخاب کنید خودتون بیاین دونه دونه پلاگین هایی که نیاز دارین برای مسترینگ رو اینجا انتخاب بکنین ولی اگر بلد نیستین مسترینگ رو حتما بهتون توصیه میکنم از مستر اسیستنت که یک ویژگی جدید توی اوزون ده هست رو استفاده بکنید که به شدت دقیق هست من خود من حالا با اینکه بلدم چجوری از این پلاگین استفاده بکنم و نزدیک 7 سال هست که با این پلاگین دارم کار میکنم و تقریبا میتونم بگم از ورژن اوزون 4 به بعد من دارم کار میکنم با نرم افزار آیزوتاپ اوزون خودم وقتی از مستر اسیستنت برای اولین بار استفاده کردم واقعا سورپرایز شدم یعنی اصلا باورم نمیشد اینقدر دقیق میتونه عمل بکنه یعنی دقیقا یک مهندس مستر میاد موزیک شما رو به یه لول استانداردی میرسونه البته برای که شما بتونید دقیقتر موزیکتون رو مستر بکنین یعنی برای پلتفرم اسپاتیفای و ساوند کلاود توی این قسمت باید الیو تون رو از قبل روی منهای 14 بذارید چون معمولا موزیک هایی که مستر میشن توی پلتفرم های مثل اسپاتیفای و ساوند کلاد روی منهای 14 است ال و از اینجا لرن فرشولد رو حالا زمانی که موزیکتون داره پلی میشه بزنین که خودش اتوماتیک نرم افزار باز تشخیص میده که دقیقاً اون بلندی صدای ماکسیمایزرتون باید رو چقدر باشه برای همین این موضوع رو حتما بعدش انجام بدیم بعد از اینکه خواستین موزیکتون رو یعنی مستر اسیستنت مستر کات حتما این کار رو انجام بدین ولی تنها چیزی که میتونم بگم از مستر اسیستنت حتما استفاده بکنین چون به شدت توی این ورژن از اوزون روش کار شده و واقعا کار خیلی حرفه ای انجام داده شرکت آیزوتاپ روی مستر اسیستنت خب ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین لطفا اگر سوالی دارین حتما توی قسمت کامنت ها برای من بنویسین و یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنین و اگر از یوتیوب دارین میبینین حتما کانال من رو سابسکرایب بکنین و زنگوله کنالش رو فعال بکنین اگر اینستاگرام دارین میبینین حتما کانال من رو فالو کنین و این ویدیو رو سیف کنین و با یکی از دوستانتون به اشتراک بذارین تا ویدیو دیگه خدا نگهدار